خودش معترف بود جایی که دین نباشه خودکشی زیاده. دین نباشه آرامش نیست. یعنی امروز به کار کرده ارزشمند دین حتی فیلسوف های منکر و ملحد اعتراف دارند تا اینجا. خب این ضرورت دینه. اما نکته ای که میخوام اینجا بگیم اینه، مشکل اساسی آقا دین نیست، مشکل اساسی دیندارا هستن. مشکل اساسی دینداران هستن نه خود دین. قصه چیه؟ من برای اینکه این مسئله رو باز کنیم و بعد بگیم که اشکال در اینه که دیندارها از دو عنصر عقلانیت و اخلاق دور شدند که چهره دین رو خراب کردند. برای اینکه این رو بگم یه مثال میخوام بزنم. ما تو جامعه فقر رو میبینیم، درسته؟ و فقیر رو هم میبینیم، ثروتمند رو هم میبینیم، آدمای آزاد و مقید رو هم میبینیم، درسته؟ یه جنگل عالم دیگه همه چونی توش هست. خب سوال، کسی که پدیده فقر سراغش اومد، یعنی فقیره، آدم فقیر، آدم نادار، با این پدیده چجور برخورد میکنه؟ اینجا بحث عقل و اخلاق اینجا میاد میدون. اگر فقر با بیعقلی همراه بشه تبدیل میشه به چی؟ جرم و جنایت. کیا بیشتر دزدی و جنایت میکنن؟ فقر اگر با بیعقلی همراه بشه تبدیل به جرم و جنایت میشه، با بیاخلاقی همراه بشه تبدیل به جنایت میشه. اگر این فقر با عقل و اخلاق همراه بشه، اون فقیر آدم عاقلی باشه، آدم متخلقی باشه، فقر او در او قناعت ایجاد میکنه، دست به ظلم و خیانت نمیزنه. خب حالا بریم سراغ ثروت. اگر این ثروتمند از عقل و اخلاق برخوردار نباشه، ثروتش او رو به فساد میکشونه. اما اگر این ثروتمند از عقل و اخلاق برخوردار باشه، ثروت او به کجا میبره؟ به انفاق، به کمک به انسانها، به انجام کارهای خیر، تشکیل مؤسسات خیریه. اگر آزادی که ایدئال همه است، میگیم آقا ما میخوام آزاد باشیم، بسیار خوب، کی آزاد باشه؟ ها؟ یه موقع شیر رو آزاد میکنیم میره همه رو میخوره، یه موقع گوسفند رو آزاد میکنیم کاری نداره به کسی. بحث اینه که انسان ها متنوعن، این آزادی رو چجور باش برخورد بکنن؟ اگر آزادی برای انسانی باشه که فاقد عقل و اخلاق باشه، این آزادی به هرج و مرج کشیده میشه. ولی اگر این آزادی همراه با عقل و اخلاق باشه، اون موقع ما شاهد در واقع یک آرامشی در یک جامعه هستیم. حالا پدیده دین هم این دین دست کیه الان؟ اون کسی که میگه من دین دارم آدم عاقلی است، منهای دین، کار به دین نداره اصلا، عقل یا امر مستقل اینجا. این آدم وقتی دین داره در کنار دینداریش از عقل بهره داره و از اخلاق، یعنی منهای دین، آدم متخلقیه. دینی هم تو کار نبود، دوست نداره دروغ بگه، دوست نداره کلا سر کسی بذاره، ذاتش اینجوریه. چنین آدمی وقتی پدیده دین مثل ثروت، مثل فقر، مثل آزادی تو وجودش بیاد، اون موقع دین واقعی رو در این انسان شما میتونید ببینید. این دیندار واقعا دینداره. اما اگر نه، دیندار فاقد عقل و اخلاق توش چی در میاد؟ اگه عقل نداشت دین رو شروع میکنه، صدها مکتب تو اسلام پیدا شده، یکی میگه خدا رو میشه دید، عقلش کار نمیکنه، حرف رو میزنه. یکی میگه عالم جبره، خیلی از فرقه اسلام باید به جبر بودن، عقلشون درست کار نمیکنه. چرا؟ چون آیات خوب نمیفهمه. وقتی نمیفهمه بد معنا میکنه، وقتی بد معنا میکنه این حرفای پرت و پلا میزنه.
میاد میگه که آقا فاقد اخلاق شد، میاد آیاتی که مثلا مربوط به جنگ تبدیل به کشتار و جنایت و اینا میکنه. یعنی همین آدمی که دم از دین میزنه چون عقل و اخلاق نداره تبدیل به ضد دین میشه، یعنی در واقع از عنصر دین در چی استفاده میکنه؟ در نابودی دین استفاده میکنه. کما که اون فقیر با عدم فقدان عقل و اخلاق فقر رو تبدیل به چی میکرد؟ جرم و جنایت. اون ثروت رو تبدیل به فساد میکرد، آزادی رو تبدیل به هرج و مرج میکرد، دین رو هم تبدیل به حماقت و خشونت میکنه. یعنی یک دیندار رو میبینید به احمقی رو در رفتار و چهره و گفتار این دیندار میبینید، خشونت و تندی رو در این مشاهده میکنید. ولی اگر این دینداری با عقلانیت و اخلاق همراه شد که مکتب اهل بیت همینه، شما کتاب اصول کافی رو ببینید، قدیمی ترین کتاب حدیثی شیعه است، در غیبت صغرا هم نوشته شده مرحوم کلینی. ایشون اومده اولین باب کتابش رو کتاب عقل و جهل گذاشته، کتاب بعدی کتاب توحید گذاشته. یعنی اگه عقل نداشته باشیم خداشناسیمون هم مشکل داره. خیلی حرفه. یه عالمی 1000 سال پیش در توسط آموزه های اهل بیت اینو فهمیده که ما الان حتی الان کتابی که الان امروزه اندیشمندان اسلامی می‌نویسن در زمینه عقاید اولین بابش کتابش خداشناسیه، ولی این محدث بزرگ اولین باب رو کتاب عقل نوشته بعد خداشناسی. او فهمیده دین رو، اصل دین رو فهمیده. ده ها روایت راجب عقله. عقل نباشه دین نیست. اولین خلقت خدا عقله. خدا عقل آفرید، بهش گفت بیا اومد برو رفت، گفت تو محبوب ترین خلق منی، به وسیله تو من مردم رو حساب و کتاب میکنم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه اصلا انبیا اومدن لیثیروا لهم دفائن العقول، اصلا انبیا اومدن عقل مردم رو رشد بدن، بهتر بفهمن، بهتر ببینن. انبیا اومدن بین انسان ها محبت ایجاد. این چیه تو درمونه یک دین داری میبینیم در انبیا در میکشن؟ اصلا توجه کن، همش اختلاف، همش درگیری، همش تندی، همش تهمت. دین گفته حرفا رو؟ قرآن یه قرآن نازل کردیم اختلاف ها برداشته بشه. امیر مومنان تو نهج البلاغه داره خداتون یکیه، کتابتون یکیه، دینتون یکیه، پیغمبرتون یکیه، اختلاف ها کجا اومده؟ می‌فهمید اختلاف محصول خبث و پلیدی درون انسان است، یعنی بی اخلاقه. چرا باید اینجور باشه؟ چون اونایی که طرفدار دینند فاقد اینا. ما در روایت داریم امام زمان علیه السلام بیان کسانی که غیر مسلمانند بیشتر به حضرت گرایش پیدا میکنند تا مسلمانند. چرا؟ چون معیار عقل و اخلاقه. عقل در روایت داریم در کافی شخص من پیش حضرت با آقا فلانی خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره. حضرت فرمود لا تنظروا الى کثرت صلاته و صیامه فانهما شیئان یتار. به نماز زیاد و روزه زیاد کسی نگاه نکنید، عادت کرده. ولکن انظروا الى عقله، عقلش چقدر. اگه عقلش درست کار میکنه، نمازش هم مثل اون فقر و ثروت براش کار میکنه و الا نه. روایت داریم همین مخالفین اهل بیت نمازشون منکره، نمازشون معروف نیست، منکره. داعشه آدم میکشن نماز میخونن، خود نماز داره خراب میکنه، نماز کندنش منکره این آدم. پس اینکه انبیا اومدن عقل بشر رو شکوفا کنن، عقل بشر رو روش بدن، عقل بشر رو جهت مثبت بدن و بعد اخلاق، اخلاق، اخلاق.
شما نگاه کنید درس واقعا یکی از کتابایی که باید نگاشته بشه به طور فنی آموزشی سیره اهل بیت. ائمه ما چجوری برد تو جامعه چجوری زندگی میکرد؟ آدم از عظمت اخلاقی پیامبر، اصلا پیغمبر سواده با چی اسلام رو منتشر کرد؟ با اخلاق. یک کتابی هست اگر گیرتون اومد، خیلی کتاب قشنگیه، چگونه خورشید اسلام طلوع کرد، حالا مرموهای علم الهدا هست، 5 جلد هم هست. دقیقا اومده گفته با اون چی که اسلام رو در واقع پیش برد اخلاق پیامبر بود. ببین چقدر زیبا قرآن به پیغمبر میگه در سوره قلم، میگه که ولا تکن که صاحب بود از ناداه و مکزون، میخوایی مردم هدایت کنی میشه مثل یونس نباشه نفرینشون کنی، یا نفرین حق نداری بکنی مردم. وقتی سنگ زدن به پیامبر دندان مبارک شکست آزارش دادن، رفت یه گوشه ای گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا رو هدایت کنه نمیفهمن. اون عظمت روحی دست کیا افتاد؟ بعد چه اتفاقات جهان اسلام افتاد؟ اومدن روز عاشورا گفتن ارکبوا یا خیر الله، سپاه عمر سعد گفت ای خیل خدا، ای چی لشکر خدا، بتازید بر حسین و یارانش. قرآن هم میخوندن. قرآن گفته بود من مودت ذوی القربا اجر پیغمبر. امام حسین امام نیست، خلیفه نیست، ذوی القربا پیغمبر که هست، مودت بهش این که سرشو ببری بر بدنش بتازیم. قرآن هم دارم میخونم. چه اتفاقی افتاد؟ چی شده اینجوری؟ ما امروز شاهد این پدیده هستیم. الان شما بیشتر لمس میکنید، واقعا آدم میره میفهمه آدمی که ظاهر مذهبی داره چندششون میشه مردم نگاش کنن. همجور هست یا نه؟ زنه محجبه، مرده که ظاهری داره بدشون میاد. چه قبلا تو ایران بدشون میاد، تو این طرف هم یه بدشون میاد، چهره ها رو همجور. چرا اینجوری هست؟ ولذا وظیفه ما شیعیان، ما پیروان اهل بیت امروزه اینه. تمام شبکه های شیعه هم که الان وجود داره به اعتقاد من خیلیشون کج دارن حرکت میکنن. امروز وظیفه این هست که مکتب اهل بیت رو بدون درگیری ما معرفی کنیم، بگیم آقا امام حسین ما اینه، منطق حسین اینه، معارف حسینی مهمتر است از مناسک حسینی. معارف امام حسین چیه؟ منطق حسین چی بوده اصلا؟ منطق امام صادق چی بوده؟ بسیاری از اصحاب ائمه آقا اینا جزء خوارج بودن، جزء نواسب بودن، دشمن بودن، یا خارج از دین بودن، با یک ملاقات با امام شیعه خالص شدن. طرف اومده به امیر المؤمنین اهانت کرده، تهدید به قتل کرده، اصحاب اومدن حرکتی انجام بدن، حضرت فرمود کاری نکنید، گفتن میخواد بکشه شما رو، فرمود که آره نکشته، گفتن آقا به شما دشنام داده، فرمود این نواهی سبتون به سبت و دشنام، جوابش دشنامه و انا افاو تو هم من هم گذاشتم. عقل انسان متحیر میشه در مقام. آقا من وقت شما رو زیاد نگیرم، حالا به اصطلاح وقت این ساعت وقت معمولا مرده هست، یعنی همه خوابشون مخصوصا بعد غذا خوابشون میگیره و خلاصه دیگه نمیشه. منم از بزرگ اول شما که بخوام حرف بزنم من چونم گرم میشه، تا 5 ساعت هم صحبت میکنم، گوش مجانی هم گیر بیاریم 5 ساعت تا 10 ساعت میبریم، ولی خب باید رعایت از بزرگ اول شما که انصاف داشته باشیم. چند تا نکته رو عرض کنم چرا بحثم تمام میکنم. ما واقعا نتونستیم معرفی کنیم این مکتبی که در واقع وجود داره. من دوستا قصه براتون بگم. خالد بن ولید زمان پیامبر
میره یک قبیله رو که دعوت کنه به اسلام، جوری وارد میشه که عده‌ای رو میکشه، زنها میترسند، عده‌ای تخریب خلاصه میکنه. پیامبر وقتی نمیفهمن، میان بالای منبر میگن انی ابرا، خدای من بیزارم از آن کاری که خالد بن ولید انجام داده. بعد یه صندوقی پر از پول میدن به امیرالمومنین سلام الله علیه، میگن برو اونجا. حضرت میره 8 قسمت میکنه، دیه مقتولین رو میده. خیلی جالبه، اون خسارتی که به اموال اومده میده همینجور. و جالبه، یک بخشی از این ثمنون دروعت نسائهم، این چیزی که هنوز در حقوق بشر بهش توجه نشده، پولی بابت ترس زنان میده. یعنی همین که زنان ترسیدن از این صداها، بابت این پول پرداخت میکنن. اون وقت بعد در زمان خلافت اون فرد اولی که میاد، همین خالد رو میفرسته و اون به مالک ابن نوعی قبیله بوده، زکات نمیدن، میگه ما تو رو قبول نداریم، میگه برید بکشید، جنگای رده، یعنی شما مرتد چی باید کشته بشید. میرن اونجا، خالد مالک ابن نوعی رو میکشه و همون شب با همسر و هم بستر میشه و اون رو بهش سیف الاسلام لقب میدن. کجا این کجا با کجا این منطق، این نوع برخورد، واقعا آدم متحیر میشه. حتی تو جنگ ها امیرالمومنین تو جنگ جمل کلی پیغام میفرسته، چند نفر میفرسته با تله و زبه صحبت کنن که جنگ اتفاق نیفته، میکشن اونا رو. بعد حضرت خودش سوار اسب میشه میره طرف دشمن. عایشه به اصطلاح زبیر شوهر خواهر عایشه بوده، زبیر. عایشه میگه خواهرم بیوه شد، علی اومد میدون، الان شوهر خواهران میکشه. گفتن نه ترس، علی شمشیر همراهش نداره، بدون شمشیر اگه اومد میگم تو میدون. صدا میکنه طرف زبیر که جنگ رو راه انداختن، در آغوش میگه، در گوششون میگه یادتون هست پیغمبر چی گفت بهتون؟ گفت روزی با من میجنگی. دوتاشون لرزیدن، گفتن یادمون نبود، به حالا که یادتون اومده برگردید. گفتن نمیشه دیگه. اینجوری بوده. وقتی هم جنگ تموم شد، اونا از بین رفتن، حضرت اومد گفت منن، گفت حق ندارید تعدی کنید به زنهای اینها، حق ندارید به خونه هاشون تعدی کنید. اگر حتی زنها فحش ناموسی بهتون دادن، حق پاسخگویی دارید. و این شتم نه اعراضه کن. بعد فرمود منن تو علا اهل بصره کما من در رسول الله علا اهل مکه. چطور رسول خدا تو فتح مکه همه رو بخشید، من علی هم در فتح جنگ بصره همه رو بخشید. یه چیزایی تو تاریخ هست آدم بخونه، منطق اهل بیت چی بوده. منطق امام، حضرت فرمودن که امامت ما به رفق و نرمیه و امامت بنی امیه به عنف و خشونته. امام زمان ما که میاد، اون مکتب رو به عالم میخواد معرفی کنه. امام زمان ابر رو مهربانه، از پدر مهربان هم مهربان تره. اومده محبت رو در جامعه بشری برقرار کنه. قرآن از انسانها و مؤمنین تعبیر به برادر میکنه. امام زمان فقط نمیاد عدالت و برابری رو در جامعه چه، برادری رو میخواد در جامعه محقق کنه. منطق قرآن منطق برادری است، نه فقط برابری. تو کار خودت، تو هم کار خودت، نه، دوستی بین انسانها. قرآن میگه واعتصموا بحبل الله، به ریسمان خدا چنگ بزنید. از کنتم اعدا، به مسلمان ها میگه شما قبلا دشمن بودید. فعلا به بین قلوب کن، کار کرده دین تعلیف بین قلوبه، برقراری الفت بین انسان هاست. فعلا به بین قلوب کن، فاصبحتم به نعمت اخوانا، با وسیله نعمت دین شما برادر شدید با هم. امروز این ما میبینیم، پس ما با دین فاصله گرفتیم. چرا؟ چون دینداری
از عنصر عقلانیت و اخلاق استفاده نکرده. امیدواریم که خداوند این بینش، این بصیرت، این اخلاق رو در جوامع دینی گسترش بده، به گونه‌ای که رفتار انسان‌های متدین الگو برای سایر انسان‌ها بشه، عامل جذب سایر انسان‌ها به دین حرف نباشه، عملشون باشه. می‌دونیم که خداوند فرج امام زمان رو نزدیک کنه و ما رو از یاران باب‌های حضرت قرار بده. امید بخیر. ما در خدمتتون هستیم.